در زمانی که حکومت افغانستان طرح صلح بدون پیش شرط را به طالبان پیشنهاد کرده است مشاور امنیت ملی پاکستان هم به کابل آمد اما وضعیت منطقه‌ای و بحث مبارزه با رسفگنی در شرایط است که انگشت انتقاد جامعه جهانی به سوی پاکستان از پشتبانی مالی گروه های تا پناه دادن به این گروه هاست. چالش افغانستان با پاکستان جدا از بحث عراس افغانی در محورهای دگر هم میچرخد که کابل در این مورد طرح دولت با دولت را پیشنهاد کرد. در ظاهر مشاور شورای امنیت ملی پاکستان از طرح صلح افغانستان با طالبان و نیز گفتگوهای دولت با دولت پشتیبانی کرده است اما گذشته از اینها آیا پاکستان در مرحله رسیده که باید در برابر عراس افغانی اقدام کند یا برای کاهش فشارهای جهانی و مخصوصا فشار آمریکا تلاش برای اقدامهای نمایشی می کند. هرچند حکومت به این باور است که دیگر از پاکستان نمیخواهد طالبان را به میز گفتگو بکشاند اما واقعا طالبان که گروه در خدمت پاکستان هستند بدون میانجیگری این کشور تن به صلح خواهند داد یا نه روی امین موارد در کل با مهمانانم در حاشیه خبر امشب بیشتر بحث خواهیم کرد با ما باشید با حاشیه خبر امشب خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه آقای زیاد دانش استاد دانشگاه و همچنان آقای وحیدالله غازی خیل عضو جبهه نوین ملی افغانستان مهمانان شما را به بس خوش آمدید میگم آقای دانش در آغاز میخوایم بپرسم که رفت آمد میان کابل اسلام با در گذشته هم بارهای بارها صورت گرفته اما این بار در شرایطی که کابل دو تا موضوع رو مطرح میکنه یکی طرح صلح حکومت افغانستان برای طالبان و یکی هم گفتگوی دولت با دولت در میان این دو طرح رو که بالاخره کابل مطرح میکنه و سفر از اسلام آباد صورت میگیره یعنی این نشان میده که واقعا نوید است که پاکستانی اقدامات را انجام بدن در جهت سال و وادار کردن طالبان برای سال بسم الله الرحمن الرحیم سلام به بینندگان عزیز با اجازه جناب آقای حاضی خیل و جناب شما بدون تردید پاکستانی ها با فشار فضاینده سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی در مورد همکاری با افغانستان روبرو هستند هم صداهایی از منطقه برای که پاکستان ترغیب بکنند در رابطه با صلح و امنیت افغانستان همکاری بکنند و هم از بیرون از منطقه ما پاکستان ها را تشویق میکنه به اینکه این رابطه های جدی بردارند و از طرف دیگر با تهدید از جمله تحریم های اقتصادی کشورهای مختلف جمله ایالات متحده آمریکا روبرو هست اونا کوشش میکنن که یک راه را پیدا بکنن برای کاهش فشارهایی که فعلا بر پاکستان وجود دارن و از طرف دیگر وضعیت به گونه ای نباشه که روابطشون کاملا با افغانستان قطع شوند در میان این فشارها و این رفت بیم و امید هر دوش وجود داره در واقع هم بیمی وجود داره که پاکستان مثل گذشته از تروریسم استفاده ابزاری بکنه و صادقانه در رابطه با افغانستان برخورد و رفتار نداشته باشند و هم امیدی وجود داره که فشارها بالاخره منتهی به ای شده باشند که پاکستانی ها وضعیت در کرده باشند و از حمایت از تروریسم دست برداشته باشند و برای گفتگوی دولت با دولت با افغانستان آمادگی داشته باشه و برای پیشبرد گفتگوهای گفتگوی سول و یکی مخالفان مسلح را وادار به سازه که دولت افغانستان مذاکره بکنن من فکر میکنم که این سفر به گونه سنجیش ای است که افغانستان چقدر آمادگی داره برای بهبود روابط مجدد با اسلام آباد و یکی چقدر تغییرات به وجود آمده اسلام آباد میتونه در رابطه با این مسائل انجام بدن و بالاخره تنها هم هست که گفتگوها و رفت آمدها باید وجود داشته باشند تا بتونیم روی شدن آمادگی روابط و بهبود روابط در با اسلام آباد خواهیم آمد ما آقای غازی خیل واقعا از دید شما اسلام آباد پاکستان کشوری که در گذشته هم تو حمایت کرده در افغانستان و تا امروز هم میکنه و سفرهای متعدد هم همونطور که با آقای دانش گفتم انجام شده اما نتیجه ای نداشته در شرایط حال شما فکر میکنید که باز پاکستان میخواه فشارهای جامعه جهانی را سر خودش کم کنه و یا ای که واقعا پاکستان به مرحله رسیده که دیگه در برابر هر افغانی و در برابر سل در افغانستان باید یک تصمیم قاطع بگیره بسم الله الرحمن الرحیم یا یو ملتون دی او یو حکومتوندی. دی د افغانستان او پاکستان حکومتونه مشکلات سره لري ول ملتونه مشکلات نه لري خو دغه مشکلات اوس دټاپی پروژه شروع شوه په افغانستان کې عملا د پاکستان په ګټه باندې د یو باسبه افغانستان د پاکستان په پا ګټم دی تاسې پیږی پاکستانی انرژي ته ضرورت لري ډیر زیات او وړی چې لدی انرژي نه دوی غټه واخلی او افغانستانم په اقتصادي لحاظ باندې پاکستان سره تړل کیږي او پاکستان کوشش کوي چې د نلیک امنیتم په افغانستان سره کومه کومه په څول کې د پاکستان رول ډیر زیات مهم دي او له پاکستان له رول نه په بغیر په افغانستان کې سولہ او امنیت نشی راتللی او افغانستان د دې په ځای چې له پاکستان سره دوښمنی و کی باید دوستی ورسره کی او پاکستان نه غټه واخلی هم تصور آقای غازی خل ا دې خل درنځ حکومت هو د افغاناني است چې پاکستان در 17 سال گذشتې با وجودی که افغانستان بارها تلاش کرده اما صداقت خودش نشان نداد این بار هم نشان نخواهد داد. افغانستان و پاکستان در منزه بلیم گیم شروع دملامتې لوبوه افغانستان پاکستان ملامتو پاکستان افغانستان ملامتو خو کل چې دغه سي مذاکرات کیږي لکنن چې د پاکستان محترم د عملی امنیت د شورا مشاور راغی خغلې ناصر جونجو افغانستان ته او افغانلسمشر د پاکستان سره درازن ته بلنه ورکړه هغه شي زه فکر کوم په دغه سي مذاکرات او د میس ٹرسٹ لمنززي او مذاکرات په خنتیجه ورکی زکه کچیر تر ټاپي نه لیکل افغانستان نه تیریږي بدون شک به تیریږي دا ود پاکستان لپاره خوې د افغانستان پاره کوم کوي ولیدلته یو شمیر هوادونه شته لکه ایران چې مخالفت کوي د دې چې باید ایران ولاري پاکستان ته لاړ شي یا هند چې مخالفت کوي د زکه د پاکستان سره د راجم اشتراک کړي د ترکمنستان جمهوریت اشتراک کړي او د هندوستان سره د راجم هم اشتراک نه کړي خارجه وزیر به اشتراک وکړي یو سٹیټ منیسټر اشتراک وکړي دا په دې معنی چې هند علاقه مندی نه لري دی, دی نو کچیرته د اقتصادي پروژې په افغانستان کې پلي کېږي وغه پاکستان تم ګټره سيږي افغانستان تم زه فکر کوم دا کول شي دوه هیوادونه سره وصل کی او دوه ورو هی وادونه په امنیت باندې تاثیر کوي افغانستان کې امنیت خرابي پاکستان باندې تاثیر کوي او که پاکستان کې امنیت خرابي په افغانستان باندې تاثیر کوي نو زه فکر کوم اوس پاکستان حاضر دی ته چې د افغانستان د صوبات نه بغیر افغانستان کې چې سوله نوي د په غوې بری ډیر زیات منفی تاثیر کوي او قائدانش پښته شما کوفتین کې باید در موارد بهبود روابط په پاکستان فکر شوهه بعد عقل گزينه هاي را حکومت افغانستان دره تا فکر کنه روش و روابط را بهبود ببخشه با پاکستان چی است حکومت افغانستان میتونه از کدام فرصت ها استفاده کنه که بالاخره همین تنشی که با وجود آمده حداقل سالیان دراز در میان افغانستان و پاکستان بالاخره رفع شد ما تنها از آدرس راس افغانی با پاکستان مشکل نداشتیم در گذشته مورد دیگه هم است که هنوز به اونان یک چالش بین پاکستان و افغانستان مطرح میشه اه مشخصاً اه تو در میدان پاکستانی هست. افغانستان که در اوایل تشکیل حکومت وحدت ملی هم میلان شد یک کشور همسایه افغانستان است در حلقه اول روابط خارجی افغانستان قرار دارند سرنوشت تو که خیلی میشاره که سرنوشت و منافع مشترک فراوانی بین اردو کشور است امنیت اردو کشور به همدیگه تاثیر میگذاره اقتصاد اردو کشور به دیگه تاثیر میگذاره افغانستان با حسن همجاوری احترام متقابل با حاکمیت ملی پاکستان متقید است اما نکته اساسی است که متاسفانه پاکستانی ها آن کاری که باید انجام میتن و در واقع وظایف همسایگیشون رو به شکل نادرست انجام میتن پاکستان <تصفح> از طریق استفاده ابزاری از تروریسم منافع استراتژیک و منافع خود افغانستان جستجو میکنن امونطوری که در قبل از در واقع سال 2001 هم اینا کوشش کردن از طریق ایجاد گروه های تروریستی به منافع ایشان در افغانستان دست پیدا بکنن حاکمیت دست نشانده ایجاد بکنن بعد از اون متاسفانه کردن که اجازه نتن افغانستان یک کشوری پیشرفته باشن یک کشوری مقتدیر باشن یک کشوری برای اقتصاد خوب باشن یک کشوری که در سیاست خارجی خودش را صلاحیت و داشته باشن کوشش کردن که افغانستان ضعیف و افغانستان دست نشانده پاکستان در اینجا حاکم باشن حالی که فضا تغییر کردن در واقع هم فضای جهانی و بین المللی به نفع استفاده ابزاری از تروریسم نیست و هم در منطقه طرفدار سیاستی مداخلانه در امور هم دیگر نیست پاکستانی ها خوب است که همین وضعیت را درک بکنن و بدانن که هرچقدر که اونا کوشش بکنن افغانستان به بس ثبات بسازن به افغانستان ضربه بزنن به اون میزان خودشان هم مقب میمانن و دچار مشکل میشن به خاطر انتظار میره که گام صادقانه را و گام عملی را پاکستانی ها بردارن افغانستان همیشه گام برداشتن همین که در واقع مذاکره بدون قید شر با مخالفان مسلح خودش پیشکش کردن و همین که اعلان کردن که آماده گفتگوی دولت با دولت است با پاکستان این به معنای برداشتن بهترین گام و عملی ترین و ممکن گام است و مطلوب ترین گام است که شرایط بسیار خوب برای مذاکره با پاکستان ها فراهم می سازند حالا باید منتظر باشیم که پاکستان ها در واقع چه کار می کنند آیا اونا صادقانه پاسخ می از شرایط بینالمللی و منطقه خوبی که ایجاد شده به شکل درست استفاده می کنند یا همچنان کوشش می کنند که برخلاف جریانی که در منطقه ما با وجود آمده و در جهان برخلاف از او حرکت میکنن و باز کوشش میکنه که تنشها و جنجالها را همچنان ادعا و در امور داخل افغانستان مداخله بکنه جنگ بر افغانستان تحمیل بکنه اقتصاد افغانستان و چالش بکشانند حالا منتظر باید ببینیم که پاکستانی ها چه کار میکنه؟ ما امیدوار هستیم که واقعا سفرها و دید و بازدیدا جهت تحریف افکار عمومی در جهان و کاهش فشار سیاسی بر پاکستان صورت نگیرن بلکه صادقانه برای بهبود وضعیت یا روابط کشور صورت گرفته باشه آقای قاضی پاکستانی که منافع خودش را در حمایت از تروریسم جستجو می کرد حالا وادار به این خواهد شد که تروریسم را کنار بگذره و بیای روی منافع کلان منطقه‌ای خودش فکر کنه با توجه به ای که یک نوع نگاهی است که پاکستان وقتی فشار غرب و امریکا را در برابر خودش می‌بینه اتکا کنه به های منطقه و باز هم ادامه به حمایت از راسب کنیم څه فکر کومه د هر ملک خارجي سیاست د هغه ملک داخلي سیاست په بنیاټ باندې جوړیږي منته باید دا مهمه نوي چې پاکستان څه ډول <سؤال> خارجي سیاست لري منګه څه کو منته افغانستان اولویت لري دا وان افغانستان خلک موږ ته اولویت لري امنیت زمونږ ملي ګټي زمونږ ملي هغه حکومت کوي شي مونږ باید اول امنیت ولرو په امنیت کې د پاکستان رول د روس رول د ایران رول د امریکا رول ډېر زیات مهم دی مونږ باید د خمنانه سیاستونو کوو وس کوم لوبچ شورو شوی و یا د ملامتې لوبا پاکستان وايي چې تاسو ٹی ٹی ای تحریک طالبان یا ټ ټ پی تحریک طالبان پاکستان حمایت کوي منغوې چې تاسو ته تحریک طالبان افغانستان حمایت کوي د مخمنګم باید په سیاست کې بیلانس ولرو او پاکستان هم باید په سیاست کې د غولری بیلانس ولري له ازدید شما پاکستان بیلانس ته سیاست خود یا افغانستان کوري منګه اول کې رئیس جمهور غني چې کله رئیس جمهور شو پاکستان سره ډېره زیات دوستي وکړله یو سولاتي درجي تغییر وکړه د هند نظامی مرستي رد کړه دا کار باید نه وشوي بیا روس ته له هند سره دوم رخوک شو چې پاکستان سره دوخملی شروع کړله په دې سال کې چې هند زمون سره سرحد نه لري هند تل تکوم تاثیر دومره نه لري لکه څنګه چې پاکستان لري زمون تو میلیون مهاجر دیอัลته زمونګه سرحد ته زمون خلک دي ته ګوراتک د ورځې لزرشل زره خلک تل کوي نو د پاکستان رول د پاکستان نقش په پا افغانستان کې زیات نه سبت هنته خو منګه باید په سیاست کې بیلانس ولرو هِن زمنګي او دوست او پاکستان زمنګ همسایه دی منګه باید نه دا خپکو او نه هغه خپکو یو سرن دښمنیو کو منګه په دې سټیج کې نه یو چې موږ دښمنیو کو ولی زمنګ ری جمهور په دغه سکارو خو وس خوشبختانه چې بیرته غواړي پاکستان سره اړیکې د افغانستان د اقتصاد <applause> د افغانستان د سیاست د افغانستان د تجارت لپاره د خلکو لپاره ډیر خزيره دی آقای خوزی خیل، اما پاکستان امباره شما از بحث اقتصاد مطرح میکنین اقتصاد افغانستان، ترانزیت افغانستان بلی. از آدرس پاکستان در گذشته به عنوان یک مشکل مطرح شده و پاکستان به گونه ابزاری استفاده کرده حتی که حکومت افغانستان تصمیم گرفت آدرس ترانزیت خودش را تغییر بده و بحث مهمتر هم است که ما به آقای دانش مطرح کرده و ما با پاکستان تنها مشکل توریسم نداریم از گذشته هم چیزایی هست که ما به خاطرش با پاکستان مشکل داریم اینها همش به گفتمان فکر میکنین حل میشه بله. ام رای پاکستان مشکلات تاریخی لري ولی حل میشه هر کشور پاکستان و هندستان مشکلات داره امریکا و مکزیکو مشکلات داره چین و هند مشکلات داره ولی مشکلات حل میشه ای بد دشمنی نیشه افغانستان پاکستان و هندستان مارکیټای تاریخی او سابقه ترین مارکیټای به میوه خشک میوه تازه افغانستان استان مثلا رای بسیار آسان کی به افغانستان استان تجارت معنا نویس اصری نیس امو پاکستان است هندستان است از رای پاکستان ولی امي اقدامات کی ما قدیم امي کاریدوری که انتخاب کردیم از افغانستان به هندوستان بسیار قیمت تمام میشه اموال ما بسیار کم میره از پاکستان خو بسیار آسان میره بسیار ارزان میرن و از رای اول رای آب است که بسیار ارزان است دوم ریل است سیوم ترک است چهارم باز هوایی حتی امریکا نمیتونن از رای هوا انتقالات کنن صادرات واردات داشته باشن چی تو ما یک کشور غریب میتاریم خو یک گام احساساتی است به خاطر پاکستان و در سیاست در تجارت باید احساساتی نباشیم یک کشور افغانستان از 2016 پیش بود و افغانستان از 2016 بعد است یعنی علی افغانستان ازویت WTO او را داره او افغانستان نیستن که به پاکستان تصور یه تصامیم که عدی اقل در امین حکومت در سیاست ها با پاکستان گرفته شده این تصامیم تصامیم در از مدت و سنجیده شده سیاسی نیست؟ نه احساساتی است احساساتی است و در سیاست احساسات وجود نداره در سیاست باید از حوش کار بگیرین نه از جوش ولی متاسفانه حکومت افغانستان پالیسی میکره افغانستان از جوش کار گرفته و او نتیجه نمیتن و بسیار خراب میباشن از امی خاطر ما میگیم که در سیاست, ما در سیاست خارجی ما خصوص در سیاست امسایه ما ام، که با ایران با پاکستان با کشورهای آسیای مرکزی ما باید میان راو باشیم یعنی تعادل وجود داشته باشن بل خصوص در کشورهای ایران و عربستان سعودی پاکستان و هندوستان ما باید بیلانس داشته باشیم و اگر بیلانس نداشته باشیم افغانستان به با جنگ نیابتی میبره ممنون وقفه کوتاه میگیریم دوباره زود برمیگم دوباره خوش آمده این ادامه بس. آقای دانش حکومت افغانستان حداقل سیاست خارجی در برابر انسایش چگونه ترتیب کرده؟ یک نو نگاه که آقای غازی خیل مطرح میکنه یک سیاست بسیار احساساتی و زودگذر است که بالاخره نتیجه در هم نخواهد داشت اول می نکتر بخواییم خاطر که چرا پاکستان ها علاقه مند مداخله در افغانستان بوده با مدت بسیار طولانی که شما یک مسئله است که پاکستان در درون خودش با افرادگرایی بسیار پیچیده و گسترده ای مواجه است اونا کوشش میکنه این انرژی که برای پاکستان میتونه خطر ایجاد بکنه رو بالاخره در جایی آرامتر از افغانستان پیدا نکردن اف اینجا صادر میکنه که به یک شکلی داخل خودش مدیریت کرده باشه از شرش در امان مونده باشه افغانستان بهانه زیاد داره اونا با تبلیغات که اونجا جهاد لازم است اونا میفهمه که با بازی میتن میارن در انرژیشون قالی میکنه مسئله دیگه است که در سالهای گذشته پاکستان جا به جانب بسیار بازی دادن و از طریق بازی دوگانه یک توریسم تقویت میکردن باز از غرب پیسه میگرفتن پولی بسیار انگفت تجهیزات و اطلاعات زیادی گرفتن که بالاخره همه بازیشون تازه افشا شدند که مدت طولانی نیستم دو سه سال اخیر است و از طرف دیگر اونا یک حاکمیتی بدون قید شرط به سیاست خارجی افغانستان میخواین یک شما مثلا با این رابطه داشته باشین یا نداشته باشین با کی رابطه داشته باشین زمینی حضور ما رو با آسیای مرکزی همیشه فراهم بکنین مانعی وجود نداشته باشه اینا جزئی ای از خواسته های مهم پاکستان است که بدون از اینا در واقع رابطه افغانستان بعض از دوستان میشه انتقاد دارن که سیاست توازن ندارن در منطقه یک بحث است که یک دفعه ما میخوایم که با همه کشورهای منطقه و همسایه خودشون توازن برقرار کنیم یک وقت است باز چی میخواین مثلا به عنوان مثالی است که آیا ایران راضی هست که ما با عربستان سعودی یک مقدار رابطه داشته باشیم و برعکس عربستان سعودی چقدر تمایل داره که ما با ایرانی رابطه خوب داشته باشیم یا رابطه بد داشته باشیم پاکستان چقدر حضور هند قبول داره و هند چقدر حضور و همکاری پاکستان قبول داره همه چیز اون نیست که در دست ما باشن بعضی وقتا ما ناگزیر به انتخاب هستیم یعنی اون نیست که ما به اونا چیز رو پیشکش کنیم و اونا ناگزیر به انتخاب باشن تو نیست اما در بسیاری موارد وقتی ما مجبور میشیم که یک چیز را قبول بکنیم در سیاست خودمون با همسایه‌مون باز اونجا باید تشخیص بدیم که او را قبول کنیم یا بدیل از که او نمیخواد با یکی دیگه شما باید قبول بکنیم حضور هند شاید همسایه ما نیست ممکنه خیلی منافع بر ما نداشته باشن ولی به این معنی است که واقعا پاکستانی ها به دنبال این است که حضور هند ما منحصر بکنیم محدود بکنیم و محصور بسازیم بعد اینا راضی میشن ولی که سوالای قبل از وجود دارن زمانی که هند حضورش در افغانستان محدود بود و بسیار کم بود چرا پاکستان مداخله میکرد مداخله پاکستان یک اک کشته طولانی است چهل ساله دارن حداقلش و زمانی که مثلا ایران در افغانستان مداخله کو سرده میکرد از زمان جنگای داخلی عربستان سعودی اینا چی توجیه بر که داشتن که امروز باز بیان در کنار هم دیگه ما بتونیم یک سیاست متعادل و متوازن پیش بریم من احساس میکنم که اتفاقا حکومت افغانستان در سیاست منطقی خود سیاست اقتصاد محور اعلان کردن سیاست خارجی که مبتنی بر همگرایی منطقی است اینو گپ شو نمیست که بیایم مشابه از طریق منافع مشترک اقتصادی همین جنجال سیاسی خود محل اما یک مورد را که آقای قاضی بهش اشاره کردن ما فکر میکنم این جای بحث داره زیادم بحث ما اقتصادی نشه ما آدرس پاکستان و ترانزیت پاکستان را که ساده ترانزیت از گذاشته هوایی با هند صادرات انجام میتیم فکر نمیکنین که این بسیار گران تمام میشه برای حکومت افغانستان؟ گران تمام میشه برای افغانستان ببنی. ولی وقتی شما در وقت پاکستان دروازه خودشون میبندن شما چی کار میکنین یعنی پشت دروازه میایین میوایتون خالی میکنین میگه خب چون پاکستان نخواستن پس کار میکنیم در راهش بود یک راه بدیل همین بود مسئله دیگه خب به حال بس روی ترانزیت نمیکنیم که چرا ترانزیت اومد ولی بحثی هست که پاکستان ها در طول سال ما شما ناگزیر ساخت مجبور ساخت بارها و بارها در فصل میوه تازه دروازه ها رو بسته کرد برای واردات کالای خودشون در بازار بسته کرد افغانستان در حالت ناگذریهای های مختلف ما رو م... که مثلا فرض کن افغانستان ممکنه خیلی خوشحال نباشن که با ایران در یک بندر مشترک کار میکنه چون ممکنه فردا هم استفاده ایرانی بکنه چون همیشه مسائل افغانستان مداخله کرد متاسفانه ولی بحثی است که ما خیلی خوشحال بودیم که اور رو باز کنیم یک راه بدیل بود که ناگذری بودیم ما تعددی مجاری ترانزیتی استفاده بکنیم مسئله دیگه ای است که افغانستان در رابطه با پاکستان شعار جنگ دادن نه مداخله میکنن همیشه هم گفتن که شما از از, از, از حمایت توریسم دست بردارید عالم داره میگن که دولت با دولت گفتگو میکنین شما چی میخواین بیاید به عنوان یک دولت با ما گفتگو کنین نه اینکه برین گروه های مختلف مسلح و توریستی رو با اونا از طریق اونا مثلا اهداف خودتون پیش ببرین این پاکستان است که واسه نمیشه با دولت با دولت ما. با او خاطر ای که بگیم سیاست افغانستان در برابر پاکستان سیاستی در واقع افغانستان هیچ کار نکرده جزی که به جامعه جهانی گفتن که برادر این نشانی ای هم آدرس که پاکستانی ها از توریسم استفاده ابزاری میکنه و امنیتی ما را خراب کرده و هر دور روز مردم ما رو میکوشن و این ثبوت واضح که اینا مثلا از مسائل اقتصادی به عنوان اگر ابزار استفاده میکنه دروازه خودشون میبنده خب جامعه جهانی امروز پذیرفته و اسناد مدارک متقن بوده باشه یه اگه بگیم این سیاست و است من فکر میکنم که خیلی قضاوت عادلانه نخواد باشه به خاطر که اگه این کارم نکنی خب باز شما در واقع به عنوان حکومت چیکار باید بکنین یعنی مسئولیت مام. ملی خود دایر ملی کارم قاضی خیل اساسا در بحث سیاست خارجی در حکومت ها یک مورد بسیار زیاد مهم که مطرح میشه ای است که شما باید با روابطی که متحدین شما با کشورها دارن سیاست خارجیتان را ترتیب بکنید بگونه مثال سیاست خارجی امریکا برای جنوب آسیا یک سیاست هند محور است و توجه میکنه به هند برای اهداف درازمدت مدت خودش در این منطقه پس ما نیاز است که یک روابط خوب با هن هم داشته باشیم و نمیتونیم که کلا با هند بگساستیم تا ای که پاکستان را در کنار خود داشته باشیم اما پاکستانی که افرادگرایی را در درون خودش حمایت میکنه و به افغانستان میفرسته و یک حاکمیت بدون قید و شرط را در افغانستان میخواه با این کشور چگونه کنار آمد حالا در راه های مختلف نتیجه نداد و بالاخره پاکستان به با گونه ابزاری دروازه خود را برای ما میبنده ز خبری سر موافق نیم درست ده من غریب هیوادیو آمریکا یا اروپا ناتو موږ سره کومک کوي خو د دې معنی دا نه ده چې څه دوی وي اغه موږ کوو د 2014 سم کال مخکې د خاغلي کرزي په وخت کې ایران سره د امریکا د حکومت نیوه روس سره د حکومت نیوه وسم ده ولی ایران هم په پاکستان کې هم کاري کوله روس هم کوله چین هم کوله هند هم کوله پاکستان هم کوله موږ د غوړه خراب امنیت نه درلوده لکه واسي چلرو ولی وسم مطلق موږ یو خاطر وانیو هڅوک د افغانانستان دوست د افغانانستان دشمن د حق نه لري چې موږ ته وایو چې له چا سره سره روابط منګولرو موږ منگ مستقله هیواد یو درسته د اوسبه د امریکا متحده ایالاتو ته ضرورت لري نړۍ ته ولې خارجي سیاست به زمنګ مستقله نه وي داخلي سیاست مستقله نه وي ولې متاسفه نه زمنګ داخلي سیاست ته بنیاد خارجي سیاست جوړیږي زمنګ داخلي سیاست دونه خراب دی چې زمنګ خارجي سیاست هم خراب کړه دی بل مسله دا, دا چې پاکستان زروعت لري چې منځني اسيا ته د افغانستان لري لاړ شي او افغانستان ضرورت لري چې خپل اموال صادركي نور د نړۍ ته د پاکستان لري هیڅ کله د پاکستان دروازه مته تلل شي پاکستان داکر کایمن زکه دای دا دوی په نقصان ده او دا زمون په نقصان ده اخی غزي خدمات دیدم مده خپل در سال گذشته دیدم چې پاکستان یک ماه مکمل تورخم اجازه راکې کله چې پاکستان لاره بند کړی زمنګ په کراچي کې زمنګ مالونه خراب شوه مننګ د پاکستان لري په تورخم کې په شیرخان اندر کې درولې دي د دوی لارې لغوی زمنګ ډېری وی دا تجربه لرم د دې په وزارت تجارت کې چوما بل مثال عمل مسره کړ او سم بل مثال منکو پاکستان او د افغانستان لارې ته د پیخورن اخو اجازه نور کوي زمنګ حکومت دوی ته د جللابات نه دی خو اجازه نور کوي بل مثال عمل شوه دی زوایمه افغانستان اوس د نړیوال تجارتي سازمان غړي توپ لري منګه ضرورت نه لرو چې د پاکستان نه پاکستان ته شکایت وکړو اوس منګه د دغه تجارتي سازمان غړي توپ لرو منګه حق لرو چې د پاکستان او به استعمال کو وس منګه هیواد نه یو چې په خا به پاکستان مونږ ته مشکل جوړو مونږ بل پاکستان نه پاکستان ته شکایت کاو وس منګه حق لرو هر هیواد سویسم د حق لرې نور هیوادونه چې لاند لاک دی یا بو تلار نه وی دا هغه کوي زهره زمږه تجارتی دی، مسالې پا 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 له پاکستان سره ډېری دی ماجرینم البته دی زمږه همصایې واده خو مونږ باید په سیاست کې بیلانس لرو زمږه ملي منافع ته حکم کوي زمږه ملي منافع ته حکم کوي چې په افغانستان کې سولې او امنیت وي ماته په امنیت کې اوله درجه مسولیت د افغانستان حکومت لري نه پاکستان نه په دې کې په وخت بحثه امنیت مطرح بسیار کوټه اشاره کوین پاکستان کې که... همواره حراس را متهم است به حمایتش حالا به این نتیجه رسیده که باید دست از حمایت حراس افغانی برداره و حداقل طالبان روادار کونه با څل با حکومت افغانستان طالبان مسغه طالبان نه دی چې واځي پاکستان په نفوذ لري روس په ډیر نفوذ لري ایران په ډیر نفوذ لري او زموږه نوو نگاهي است چې امین نفوذ روس او ایران او چین هم بل اخر آزاد راس پاکستان است پر طالبان چله هر چی ارته ده هر څنګه چدي خوده هوا دونه دی چې دوی په طالبانو باندې نفوذ لري او زمونږه جنگ لچا سر دي اوس خو جمهور و چې دلته دوه وشې ترهګري ترورستي دلیل افغانستان سره جنگيږي من خو لټول سره سره مشکور من خپل افغان طالبان سره اصول کو او غم په کوم قيمه سره کو زموږ ستراتيجي بل دوی لپاره تسوي د دې کې باید موږ د ایران نه ل پاکستان نه ل روس نه کومک وغاړو چې موږ سره په دې کې مرسته وکړي چې طالبان راشي د افغانستان حکومت سره وزړي او هغه ترورستي ډلې چې هغه دایشت نور بیرونی پدې دي هغه سره به جنگ او تاسوس موږ هم حمایت وکړي ممنون اخو دانشبونو نه او نن اخرین پروسه کوتا اځل اگر طرح صلح نتیجه نه داد و طالبان به صلح نه یمادن و بحث گفتگوی دولت با دولت هم مثل گذشته که بارها بالاخره دولت ها بحث کردن نتیجه نداده گوزینه های را حکومت افغانستان در برابر پاکستان و طالبان داره باید چی است که باید استفاده کنه اول خو امیدوارم که واقعا چون اتفاق نیفته چون به حال وضعیت های بعدی برای نبر افغانستان وضعیت مناسب نبر پاکستان اما حتما می که وضعیت به اونجا احتمالاً نخواهد کشید ولی پس مهم است که پاکس افغانستان ناگزیر است که همچنان به شکل جدی قوی و مصمم گروه های حراس به تمام گروه های حراس مورد هدف قرار بتن و ملت افغانستان بیش از پیش در برابر اونا بسیج بیشن و اونا سرکوب بکنند داخل افغانستان اما احتمالا در سیاست خارجی ما کوشش بیشتر خواهد کردیم که با هرچی با بستگاهی دیگه که با پاکستان داریم اونا از بین مبریم یک بدیل دیگه بر از او فراهم بسازیم که زیاد مجبور نباشیم که در واقع پاکستان ها از هر مجبوری ما و از هر گزینه ما و عنوان فشار استفاده بکنه ولی چیزی که مطمئن می است که افغانستان هیچ چیزی بدی نیت بدی در برابر پاکستان نداره عاقلانه ترین کار برای مردم افغانستان و حکومت افغانستان است که از طریق مجاری بین المللی باید پیش برن نامو و مداری که دارن و گله و که دارن به مجامع مختلف بین ملالی. از جمله شورای امنیت ملل سازمان ملل متحد به اونا پیشکش بکنن و اونا از طریق خودشان بالاخره شار بیارن بر پاکستان تا پاکستان ها وادارشون برای که تن بتم به های افغانستان ولی برای ما بهترین راه همی است که در داخل نیروهای امنیتی ما قوی شوند انسجام داخلی ما بیشتر شوند بتونیم توریست ها را در میدان نبرد زمین گیر بسازیم از طرف دیگر وابستگی های ما با پاکستان کمتر کنیم و در واقع با بقیه کشورهای منطقه ما بهتر داشته باشیم که نیازهای ما ممنون. سپاسگزار حضور شما مهمان در بس و سپاسگزار از شما بیننده ها که این بس رسائی ما را دنبال کردین. تا بعد خدا نگهد.